الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. در شروع این سوره مبارکه خداوند متعال جلت عظمتو قسم یاد می کند و قسم به قرآن. یاسین و القرآن الحکیم. مسئله قسم از مسائل بسیار مهم است. در قرآن کریم و در روایات و اخبار احادیث اهل بیت علیهم السلام خداوند متعال در قرآن کریم بیش از 100 مورد قسم یاد فرموده. در حدود 40 سوره از سور قرآن کریم، در بعضی جاها قسم به ذات مقدسه، در بعضی از قسمها قسم به قرآن، قسم به ملائکه است، قسم به قسمی از ملائکه است، در بعضی موارد قسم به بعضی از مخلوقات عالم کون است و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، در بعضی موارد قسم به بعضی از اماکن مقدس است و هذا البلد الامین، قسم به مکه، در بعضی از قسمها قسم به بعضی از نعمتها و مأکولات و تین و زیتون، قسم به انجیل و قسم به زیتون و امثال این قسم ها مختلف است. آیا حکم قسم چی اصولا؟ در قرآن آیاتی وارده، در روایات اهل بیت علیهم السلام هم روایاتی در این باره وارده. در یک جا خداوند متعال نهی فرموده از قسم که قسم نخورید، قسمهای لغوی، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. در این آیه خداوند متعال می فرماید خدا را، اسم خدا را عرضه ایمانتون قرار ندید. یه صلواتی خط بفرمید. خدا را
در معرض قسم هاتون قرار ندید. ایمان جمع یمین، قسم ارزه بزاعه معنا کردن، یعنی مثل جنس، جنسی که میذارن در معرض برای فروش. اسم خدا رو اینجوری نذاری برای قسم هاتون. این که قسم بخورید که ترک بکنید تقوا را، ترک بکنید عمل صالح را، که قسم لغوی. شأن نزول آیین بوده که یکی از اصحاب دخترش با دامادش اختلاف داشتن، این یه مرتبه، دو مرتبه، اصلاح ذات البین مرتبه سوم، این اینا همینجوری هی ادامه میدن. قسم خورد دیگه من بینتون رو اصلاح نمیدم، دیگه خسته شدیم از بس هی نشستیم. آیه نازل شد: لا تجعل الله عرضتن لأیمانکم ان تبرو و تتقو و تسلحو بین الناس. یعنی چی؟ انسان قسم بخورد که دیگه اصلاح ذات بین نمی کنن. قسم بخورد که مثلا امر مستحبی رو ترک بکنه، امر خوب نیکی رو ترک بکنه، معنا نداره. آیه بعد، این آیه در سوره مبارکه واقع، در سوره مبارکه بقره آیه 224، آیه بعد می‌فرماید: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. بعضی از قسم‌های شما قسم‌های عرض می شود که لغوی است. در قسم‌های لغوی شما مؤاخذه نمی‌شید، چون می‌دونید کسی که قسم می‌خوره، سلام علیکم و رحمت الله، در قسم کسی خلاف قسم بکنه یا حنس قسم بکنه، قسمش رو بشکنه، این باید کفاره بده. کفاره ی حنس قسم هم اطعام 10 مساکین، 10 مسکین، او کسوتهن، یا لباس بده به 10 مسکین، یا اطعام کنه 10 مدت طعام، یا اینکه بنده ای رو آزاد کنه و اون موردی که بنده بوده، و اگر کسی امکان مالی نداره 3 روز روزه بگیره. این راجع به عرض می شود که حنس قسم، کسی قسم بخوره و قسمش رو بشکنه. حالا در بعضی قسم ها حالا عرض می کنیم، حالا این یک نوع قسمه، قسم لغوی. تفسیر وارد اینه که اگر کسی قسمی خورد در حال عصبانیت، عصبانی شد، یک قسمی خورد، والله دیگه چنین نخواهم کرد، یا این کار رو ترک خواهم کرد، این کار رو خواهم کرد، عصبانی شده، اصلا وقتی حالشم جا میاد بین چه قسمی بود ما خوردیم، خدا به این قسم ها مؤاخذتون نمی کن. یعنی بسته نمیشه این قسم، قسمی که از روی لغو باشه، از روی عصبانیت، غضب. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، قسمی که قسم ارادی و قصدی باشه، به تعبیر قرآن در اطار قلب انسان باشه، یعنی با قلب و قصد و اراده قسم خورد، نه عصبانی نه چی، قسم میخوره که کاری رو ترک بکنه یا کاری رو انجام بده، به اسم جلاله مثلا قسم میخوره. اون قسمی که لازم الاجراس این قسمه، شرط اول این که لغوی نباشه، قسم ارادی باشه، از روی قصد و اراده باشه. دوم این که به اسم خداوند باشه، که حالا خواهیم گفت شرح میدیم، به اسم جلاله، به اسم مختص ذات باشه، اگه به سایر اسامی باشه، به اسم انبیا باشه، به اسم اولیا باشه، به اسم ائمه باشه،
این لازم الاجرا نیست، حنس این موجب عرض می شود کفاره نیست، اونی که الزام آوره فقط قسم به اسم جلال است، قسم به اسم ذاته. پس شرط اول این که ارادی باشه، شرط دوم این که به اسم خداوند باشه، به ذات. شرط سوم این که قسمی که میخورد قسم در ترک واجب نباشه، اتیان حرام نباشه. ناراحت شده میگه والله دیگه من پولی اجاره رو نمیدم، بیاد بگه آقا من دیگه قسم خوردم دیگه پول اجاره شبار نمی، بی خود قسم خوردی. قسم باید در هیئت مشروع باشه، قسم بخوره که دیگه من اصلاح ذات بی نمی کنم، نه این قسم لازم الاجرا نیست. یعنی اگر کسی قسمش شکست باز رفت اصلاح ذات بین کرد، مانعی نداره، لازم نیست کفاره بده چون قسمش منعقد نشده. قسم در چیزی که خلاف شرع باشه یا اینکه حتی ترک مستحبی باشه، نه نمیشه. توجه می‌فرمایید؟ پس شرط اول این که ان ارادتن و قصدن باشه، شرط دوم به اسم ذات باشه. اگر به اسم مثلا به قسم حضرت اول فرض باشه، قسم امام حسین باشه، اسماء محترمی است ولیکن الزام آور نیست، برعکس بعضی از عوام که اون اهمیتی که برای قسم حضرت اول فرض میده برای خدا نمیده. میگفت که آورده بودن این امامزاده است در نزدیک بغداد، سید محمد معروف، خیلی هم حاجت میده و اینها، اینا این عرض میشد مهدی ها، این عراقی های چی خیلی معتقدن. میگفت اینه مثلا بیاریم اونجا تو حرم سید محمد بگیم قسم بخور، این به خدا و پیغمبر همه چی قسم بخوره، اونجا قسم نمیخوره. یا مثلا تو حرم حضرت اول فرد قسم به خدا میگه به هر چی بخوای قسم میخوره، اما اول فرد نه. اگه به اول فرض قسم بخوری من قبول میکنم. یعنی اینقدر بعضی ها، اینا چیزهای عوامانه است. از نظر شرعی و حکم شرعی قسمی که الزام آور است اونا جنبه اخلاقی پیدا میکنه. اگر به اسم سید و شهدا قسم خورد، خب جنبه اخلاقی دارد. به اسم حضرت اول فرض قسم خورد، جنبه اخلاقی دارد، احترام کند به این اسم. اما اینکه آیا حنس قسم میشه یا نه، اون احکام قسم میاد، نه فقط در مورد اسم جلال است. پس یکی اینکه قصد باشه، یکی اینکه اسم ذات باشه، و سوم اینکه در ترک واجب یا اتیان حرام یا ترک مستحبی نباشه، مشروع باشه، کار صحیح باشه، قسمش اون موقع منعقد میشه. اگر قسم قسم دروغ باشه، این که دیگه قوقاز آیات و روایات، اینجا الا ماشاءالله. یک آیه در قرآن در سوره مبارکه آل عمرانه، ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، کسانی که به عهدشون و به قسمشون، قسم به خدا، اینا ارزون میفروشن، اسم خدا رو قسم میخوره و ارزون میفروشه قسمش، دروغ. اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینا هیچ بهره ای در آخرت ندارن. ولا یکلمهم الله، خدا با اینا حرف نمیزنه روز قیامت، کسی که قسم دروغ میخوره. ولا ينظر اليهم يوم القيامه، خدا نظر رحمت به اینها نمی کنه، این سه. ولا يزكيهم، اینها رو تطهیر از گناهشون نمی کنه. ولهم عذاب اليم، عذاب دردناک هم دارن، معلوم این کبیره است، یعنی از کبائر، هرچی که عذاب اليم
وعده داده شده باشه از معاصی کبیر است. در عرض می شود که سوره منافقین می فرمد از علائم نفاقه، و خدا یک خطابی به اینا داره که همون خطاب رو برای مشرکین داره. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون، تا اونجا که میفرماد قاتلهم الله انا یفکون، اینها قسمشون رو به اسم خدا مثل یک سپر برای خودشون قرار دادن. این منافق اسم خدا و اینها رو سپر قرار داده.